مونتنگرو به معنی کوهستان سیاه در کرانه دریای آدریاتیک با سواحل سحرانگیزش کشوری است با جاذبه های طبیعی فراوان، به طوری که این کشور یکی از نقاط پرطرفدار در بین کسانیه که در زمینه رشته های ورزشی اسکی، دوچرخه سواری، قایقرانی و شیرجه فعالیت دارند و به عنوان یکی از مقاصد معروف گردشگری اروپا همه ساله میلیون ها توریست رو جذب خودش میکنه. مونتنگرو کشوری است با تاریخ پرفراز و نشیب که در گذشته تحت حاکمیت امپراتوری‌های بزرگ بسیاری قرار گرفته. این کشور که در زمان شوروی جزوی از یوگسلاوی بود، پس از تجزیه یوگسلاوی در سال 2003 همراه با سربستان، کشور جدید سربستان و مونتنگرو را تشکیل داد. اما تنها 3 سال پس از این حادثه در سال 2006 با برگزاری رفراندوم از سربستان جدا شده و به استقلال رسید. در این کشور بناهای تاریخی بسیاری وجود داره و چندین اثر مهم همچون پارک ملی دورمیتور و شهر تاریخی کتور در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. بهترین زمان برای سفر به مونتنگرو فصل بهار و تابستونه. در این بازه زمانی شرایط برای بازدید از شهرهای این کشور بسیار مساعده و همچنین میتونید از سواحل تمیز و براق دریای آدریاتیک لذت ببرید. مونتنگرو دارای 117 ساحل در امتداد دریای آدریاتیکه و همین باعث شده با رسیدن فصل گرما مسافران زیادی برای لذت بردن از دریا، حمام آفتاب، طبیعت بکر، غذاهای خوشتم و آب و هوای مطلوب به این کشور سفر کنند. این کشور تنها 620 هزار نفر جمعیت داره و با مساحت تقریبی 14 هزار کیلومتر مربع کشور کوچیکیه در حد و اندازه استان گیلان. معروفترین شهر مونتنگرو شهر کتوره، اما پایتخت این کشور شهر پودگوریتساست که شاید تا حالا اسمش هم حتی نشنیده باشید. تقریبا 1/3 مردم کشور در این شهر زندگی میکنند. همچنین تمامی مراکز آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اداری مونتنگرو در این شهر واقع شده. بر روی نقشه مونتنگرو در جنوب غربی شبه جزیره بالکان جای گرفته و در شرق با کوزوو، از سمت شمال با سربستان و بوسنی، از غرب با کرواسی و در جنوب با آلبانی همسایه است. این کشور از اونجایی که کشور تازه تأسیسیه، شرایط و موقعیت‌های مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در نظر گرفته. همچنین لازمه که ذکر کنم پیش‌بینی میشه تا سال 2025 بتونه عضو اتحادیه اروپا بشه. این اتفاق میتونه بر پتانسیل‌های این کشور بسیار تأثیر بذاره. واحد پولی این کشور یوروه و تمامی فعالیت‌های اقتصادی با این پول انجام میشه. از اونجایی که در این کشور عامل تنش‌زایی وجود نداره، همه انسان‌ها به دور از مسائل استرس‌های جهانی در آرامش زندگی می‌کنن. نرخ مالیات در این کشور 9%ه و مردم نیز بسیار راضی هستند. هنگام خرید خونه، ماشین و یا چیزهای دیگه با اسامی مختلف مالیات‌های زیادی پرداخت نمی‌کنن. به دلیل رفاه موجود نیز میزان جرایم بسیار پایینه، یعنی نیمه شب بدون هیچ مزاحمتی میتونید در سطح شهر قدم بزنید. از طرف دیگه در این کشور مردم عجله ندارند و همونطور که حدس میزنید از ترافیک هم خبری نیست. به دلیل کوچکی کشور و جمعیت پایین تعداد خودرو هم کمه و مردم مشکل پارک کردن خودرو ندارند. تنها با 2 ساعت رانندگی میتونید از گوشه ای از کشور به گوشه دیگه سفر کنید. اما خب باید به جنبه‌های منفیش هم بپردازیم. به دلیل جمعیت کم این کشور، در صورتی که شغلی راه بندازید، مشتری‌های شما محدود خواهند بود و این عامل میتونه سدی در راه کسب درآمد شما باشه. زبان رسمی این کشور مونتنگروییه، اما مردم به زبان‌های سربی، بوسنیایی، آلبانی و کرواتی نیز صحبت می‌کنند. به جز زبان آلبانی، دیگر زبان‌ها به همدیگه خیلی نزدیک هستند و ریشه همه اونها به فرهنگ اسلاوی برمی‌گرده. در این کشور مردم آشنایی کمی با زبان انگلیسی دارند و این میتونه یکی از نقاط ضعف مونتنگرو باشه. از نظر دینی مردم این کشور انسانهای بسیار معتقدی هستند. هنگام گشت و گذار در خیابانها و جاده ها کلیساهای متعددی رو مشاهده میکنید. بیشتر مردم این کشور ارتدوکس هستند. دومین گروه دینی رو نیز با 21% مسلمانان تشکیل میدن. همچنین در این کشور اقلیتی کاتولیک نیز حضور داره. میانگین سنی این کشور 30 ساله و میتونیم بگیم که کشوری جوان محسوب میشه. مردم مونتنگرو مهربان و خوش برخورد هستند و قد خیلی بلندی هم دارند. مردم این کشور نسبت به مسئله همجنسگرایان نیز بسیار محافظه‌کار هستند. زیاده روی در مصرف الکل رو نیز نمیپسندند.
یعنی ممکنه کسانی که از ایرلند و یا لیتوانی به این کشور سفر میکنن نتونن به راحتی با این مسئله کنار بیان. اما مسئله عجیب اینه، این مردم که نسبت به مصرف الکل انقدر حساس هستند و خودشون رو انسانهای معتقدی میدونن، زمانی که به موضوع توریسم میرسن در سواحل به آزادی مطلق اعتقاد داشته و به هیچ چیزی مداخله نمیکنن. منظورم اینه که اگر در این کشور به ساحلی برید و در اونجا در حال آفتاب گرفتن باشید، مشاهده میکنید که برخی از آدمها بدون کوچکترین اثری از شرم و حیا کاملا برهنه در حال آفتاب گرفتن هستند. انسانها در سواحل لخت میگردن و در دریا به راحتی شنا میکنن. از نظر غذایی نیز ذائقهشون به مجارها و ترکا نزدیکه. علاقه بسیاری به خوردن برک و باقلوا دارند و در غذاهاشون از روغن زیتون به وفور استفاده میکنن. حالا نگاهی نیز به اقتصاد این کشور داشته باشیم. این کشور که به سختی و بسیار دیر تونست از یوگسلاوی جدا بشه، از نظر اقتصادی وابسته به خارج از کشوره. تقریبا میشه گفت در این کشور تولیدی وجود نداره و محصولات مورد نیاز خودشون رو از سایر کشورها وارد میکنن. به همین دلیل هم سرمایه گذاران خارجی برای این کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اقتصاد کشور مونتنگرو بیشتر خدمات محوره و اغلب شرکت هایی که در این کشور ثبت میشن نیز در زمینه خدمات فعالیت میکنن. این کشور به طور کلی دارای مقاصد گردشگری وسیعی بوده و درآمد مناسبی از راه گردشگری به دست میاره. با اینکه مونتنگرو عضوی از ناتوه، اما روسهای پولدار زیادی به اینجا رفت و آمد دارند و این کشور به محلی برای پولشویی تبدیل شده. بیشتر توریستهای این کشور رو نیز روسها تشکیل میدن. مونتنگرو نیز از ورود پولهای روسی بسیار راضیه، زیرا ورود این پولها کمک زیادی به اقتصاد میکنه. بخشی از این پول در صنعت توریسم سرمایه گذاری میشه و بخشی هم به کازینوها و قمارخونه ها سرازیر میشه. جدای از این، بیش از 60% کشور ارتفاع بالای 1000 متر داره که برای کشوری ساحلی ارتفاع زیادیه. به طور کلی مونتنگرو همش کوهستانیه و جای صاف نداره. به همین دلیل هم دامپروریش پر رونقه، ولی موقعیتش برای کشاورزی مناسب نیست. اگر شما قصد داشته باشید در پایتخت این کشور زندگی کنید، باید ماهانه چیزی در حدود 350 تا 700 یورو بابت اجاره خونه پرداخت کنید. همچنین برای یک خانواده دو سه نفره، خوراک، انرژی و سایر مخارج خونه نیز حدود 400 یورو هزینه برمی‌داره. حقوق پایه در این کشور در حدود 450 یوروه که این رقم به نسبت سایر کشورهای اروپایی رقم پایینیه. اما باید به این نکته نیز توجه کنید که در این کشور هزینه‌های شما نیز کمه. یعنی به طور کلی اگر دو نفر با هم کار کنند و بتونن درآمدی در حدود 1500 یورو کسب کنند، زندگی راحتی خواهند داشت. در انتهای ویدیو میخوام که با شما سفری کوتاه داشته باشیم به زیباترین مقصد گردشگری در مونتنگرو، یعنی خلیج کوتور. خلیجی در قلب دریای آدریاتیک در جنوب کشور مونتنگرو و با مناظر فوق‌العاده‌ای که بسیار مورد توجه گردشگران قرار گرفته. کوتور قدمتی 2000 ساله داره و زیباترین منطقه کشور مونتنگرو محسوب میشه. کوتور از 4 بخش اصلی تشکیل شده که توسط کانال‌های باریک به یکدیگر متصل میشن. کوچه‌های باریک و دیواره‌های بلندش طوری ساخته شده که احتمال داره در اونجا گم بشید. کوتور گرون‌ترین شهر مونتنگرو نیز هست و همه چیز در اینجا خیلی گرونه. خلیج کوتور که شبیه به یک دریاچه است با عمقی نزدیک به 80 متر در فصل تابستان میزبان کشتی‌های کروز بسیاریه و حضور این همه گردشگر رونق خاصی به این شهر میده. به طور خلاصه اگر عاشق ساحل و دریا هستید و دوست دارید که در فضای تاریخی متعلق به صدها سال پیش قرار بگیرید، حتما باید به مونتنگرو سفر کنید. لایک ویدیو و عضویت در کانال رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.